در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوال هایی که یک شنبه 22 محرم 1444 از معظم الله پرسیده شد درباره دلیل اختلاف ثواب زیارت امام حسین علیه السلام در روایات بود. پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. فی بعض الروایات به نسبت به زیاره الحسین صلوات الله و سلامه علیه به نسبت الزائر کما ورد فی روایات زیارت الحسین علیه السلام علی خوف، اللي في بعض الروايات وارد انه اذا سجن هذا اللي يسجن يوميا ثواب اكثر من اللي يسجن يوم، واللي يضرب ضربه او ضربتين اللي يضرب ضربتان ثوابه اكثر. اما بالنسبه للروايات المطلقه اللي وارد كحج كحجتين كعشر حجات، جماعة من الفقهاء منهم مرحوم العلامة المجلسي ولعله أستاذ عبد الله شبر أيضا في بعض كتبه قالوا يختلف باختلاف الأفراد وباختلاف النية وباختلاف المتاعب وعلى الطريق بعيد وعلى الطريق قريب. في نفس الروايات مو ببالي أكو تفسير لهذه اختلافات، اما الفقهاء استظهروا جماعه منهم هكذا. در نشست علمی یک شنبه 22 محرم همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره وجوب وصیت کردن شخص بر واجباتی که به ذمه اوست، قاعده لا ضرر ولا حرج، دو قانون تسهیلی در اسلام، برتر بودن زیارت امام حسین علیه السلام از حج مستحبی طبق روایات متعدد پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامزلو به یکایک سوالها با سعی صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است تنها محفل علمی که افراد مختلف با افکار و عقاید متفاوت انواع سوالهای خود را از بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلو میپرسند و پاسخ علمی دریافت میکنند، به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان انقلاب کوچه 6 رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار میشود و شما میتوانید به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.